بهروز کمالوندی سخنگوی وزارت انرژی اتمی ایران امروز یکشنبه طی یک کنفرانس خبری در تهران که معاون وزارت خارجه ایران نیز حضور داشت گفت در طول چند ساعت افزایش غنی‌سازی خارج از حد مجاز از 3.67% آغاز خواهد شد. تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت ما امروز در موعد 60 روز پایان گام اول کاهش تعهدات خودمون در برجام هستیم و از آنجایی که خواسته های ما در این خصوص در رابطه با برجام و اون بحث بازگشت فروش نفت به قبل از خروج آمریکا از برجام تحقق پیدا نکرده، لذا ما امروز گام دوم رو هم برمی‌داریم و اگر در گام اول تعهد خودمون رو نسبت به محدودیت در ذخایر اعلام کردیم که دیگه پایبند نیستیم، در گام دوم نسبت به تعهد خودمون در میزان درصد و غلظت غنی‌سازی تجدید نظر کردیم و عدم پایبندی خودمون رو به این تعهد اعلام میکنیم. این تصمیم یک سال پس از آن اتخاذ میشود که رئیس جمهور ترامپ به طور یک جانبه ایالات متحده را از توافق هسته‌ای بیرون ساخت. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از قدرت‌های جهان خواست تا پس از عبور ایران از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای تحریم‌های شدیدتر را بر ایران وضع کند. ایران تعهد خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است و غنی‌سازی یورانیم را فراتر از حد معین و مشخص شده آغاز کرده است. غنی‌سازی یورانیم به یک دلیل و صرف به یک دلیل است: برای ایجاد بم هسته‌ای. رهبران گروه 5 جمع یک متحد به تحریم‌ها بودند. اکنون کجا هستند؟ صدر اعظم اسرائیل گفت رهبران غربی متحدند تا تحریم‌ها را زمانی که جمهوری اسلامی از آن محدوده عبور می‌کند تحمیل کنند.